اغتشاشگران فرصت طلب که در میان صفوف تظاهر کنندگان خود را پنهان کرده بودند، در نیویورک، لس آنجلس، مینیاپولیس و بسیاری دیگر از شهرها به غارت و آتش زدن مغازه ها و اموال عمومی پرداختند. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که در صورت امتناع مقامات محلی از اقدام لازم برای حراست از جان و مال شهروندان، از نیروی ارتش آمریکا برای حل و فصل سریع مشکل استفاده خواهد کرد. کارشناسان گفتند یک مسببه قدیمی به نام قانون شورش چنین اختیاری را به رئیس جمهوری می‌دهد. ریچارد پیلز، استاد حقوق دانشگاه نیویورک، می‌گوید این قانون طوری نوشته شده که تصمیم در این باره را به تمامی در دست رئیس جمهوری قرار می‌دهد و تصریح می‌کند که نه حقایق عینی بلکه نظر شخص رئیس جمهوری برای تشخیص ضرورت استفاده از ارتش علیه اغتشاشگران کفایت می‌کند. That puts a lot of hands in the power of the president. Many people have complained about this over the years. استاد دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک میگوید بسیاری نه تنها از این قانون بلکه از همه قوانینی که اختیارات گسترده برای رئیس جمهوری قائل هستند انتقاد کردند، اما قانون وجود دارد و از سال 1871 یعنی 231 سال پیش تا کنون عوض نشده. پروفسور پیلز میگوید کار ارتش در برخورد با اغتشاشگران و آتش افروزان با کار گارد ملی که تحت نظر فرمانداران ایالتی عمل میکند فرق چندانی ندارد. پروفسور پیلز میگوید فرمانداران مخالف با اقدام رئیس جمهوری می توانند در دادگاه علیه اختیارات رئیس جمهوری در قانون شورش بحث کنند، اما قانون صراحت دارد هرچند رئیس جمهوری به هیچ عنوان قادر نخواهد بود حتی با استفاده از ارتش جلوی استفاده شهروندان از حقوق اساسی نظیر اجتماع، تظاهرات و انتقاد را بگیرد.